طوفان هاروی روز چهارشنبه تدریجا از تگزاس خارج و دوباره وارد ایالت لوئیزیانا شد و امدادرسانی ها در هیوستون، چهارمین شهر بزرگ آمریکا، نیز تسریع یافته است. در این میان تلاش مردم سیل‌زده برای نجات حیوانات خانگی تلاش امدادگران را دوچندان کرده است. به دنبال طوفان هاروی و بارندگی شدید و جاری شدن سیل و بعد از چند روز سخت در هیوستون تگزاس، هزاران نفر از ساکنان مناطق ساحلی تگزاس فاقد برق هستند و مجبور به ترک محل زندگیشان شدند. بسیاری از ساکنان تگزاس زمانی که خانه هایشان را ترک می کنند، نه تنها به فکر بردن وسایل با ارزش خود، بلکه به فکر نجات سگ، گربه، پرندگان و سایر حیوانات خانگیشان هستند. به گفته جسی راب، داوطلب، سخت‌ترین کار برای مردم آسیب دیده ترک چیزهایی است که به آن دلبستگی دارند. مردم حاضر نیستند حیوانات دست آموزشان را با خود نبرند. یکی از سخت‌ترین کارها در این برهه زمانی جدایی از تعلقات خاطر است. پس از تجربه طوفان کاترینا در سال 2005 که در پی آن در نیورلئان بسیاری از مردم از ترس رها کردن حیوانات خانگی حاضر به خارج شدن از خانه هایشان نبودند، امدادگران نگران بودند که شاید این بار هم با مشکل مشابهی روبرو شوند. طبق گزارش انجمن مبارزه با خشونت علیه حیوانات خانگی، مقامات ایالتی و دولتی نجات حیوانات خانگی را هم در دستورالعمل‌های فدرال در برنامه ریزی امدادرسانی این بحران قرار دادند. من گفتم که باید برگردیم و او را نجات دهیم. اگرچه در طبقه دوم مانده، اما به شدت ترسیده و قضیهش در حال تمام شدن بود. در حالی که ماموران امدادرسانی شمار زیادی از ساکنین این منطقه را همراه با حیوانات خانگیشان به پناهگاه ها منتقل کردند، اما همچنان هزاران حیوان خانگی در معرض خطر طوفان هستند. گروه های نجات حیوانات دسترسی به خیلی از مناطق آسیب دیده را ندارند، زیرا به دلیل سیل بسیاری از راه‌ها و جاده‌ها مسدود شده است. مسئولین می‌گویند چند روز طول می‌کشد تا امدادگران بتوانند خود را به این مناطق برسانند.